سلام. سلام. او عصبانی نباش دیگه، به خدا گرفتنم به حرف. سلام بره بونم نمیره. بابا خانم دکتر افرا خبانه از این حرفو نداره. خب ببخشی. سلام خانم، خوش اومدین. ببخشید ما میدونیم که خیلی دیر اومدین، تقصیر ایشونه. خواهش میکنم، اشکالی نداره، بفرمایید. ممنون. خب با این اوضاع و احوال شما فکر میکنید کی بخوین بچه دارشین؟ والا هر چی خدا بخواد، من دیگه توی زندگیم برای چیزی خودم آماده نمیکنم که یه وقت تو ذوقم نخوره. البته خانم دکتر، فکر کنم بچه اصلا دوست نداره، چون هر دفعه میخوایم بیایم اینجا با زور باید بکشونمش. نه یه ذره که عملاتی میکنیم یه بخش شوهر خوبی داری، قدرشو بکنیم. بله های متوجهش کنن غیر خودش دیگه. خب تقریبا میتونم بگم یه معجزه باور نکردنیه. چی؟ شما بارداری؟ من باردارم؟ بله عزیزم بارداری. یعنی بعد 6-7 سال بچه دار شدم؟ بله عزیزم. واقعا خوشحالم کردین. مادر مهربان دست شما بکنه. همین خوشحالی؟ نه پس خوشحال نیستم. آخه این چه وقت نگفتیم یه وقت خوشحال میشه؟ خواهیده نداشت برای چی بگیم؟ کلافه بچه. ولی همین واقعا بابت این 5-6 سال که تحمل کردی ازت ممنونم. من واقعا شوهر خیلی خوبی بودم واسه ازت. خوبه مراقب خودتو لوست نکن. اون دکتر خارجی هر یه لعنتی میگفته شما بچه دار نمیشین و نمیدونم برای خانم شما جنین تعریف نشده. آره عقده ای. باز دم این دکتر وطنی ها گرم، روحی آدم رو داغون نمی کنم. آره بایچه زنمون جونم. زنمون سلام مریم جون. سلام. ببخش مزاحمت شدم. چی شده؟ چه گریه میکنی؟ لاله حالش خوبه؟ آره خوبه، ولی میگه عمل نمی کنم مادر. داروهاش هم نمیخوره، میگه من که رفتنی ام برای چی دوا درمون کنم. یعنی چی؟ لاله هم دیگه شورشو در آورده. ببین خیلی ناامیده، تو رو خدا کمکش کن. نه نه میام اونجا الان. ببین مریم جان یه وقت بهش نگی من به زنگ زدم. و نه بابا من نمیگم، مگه سریه پیش گفتم. ممنون خداحافظ. یعنی این لاله دیگه شورشو در آورده. چی شده؟ هیچی عمل نمیکنه. چرا؟ چه میدونم، حالا خوب مریضیشو زود تشخیص دادن. البته این باید بهش حق بدی یا سرطان شوخی نیست. همین یه وقت جلوش این حرفا نزنی. نه بابا من چیکار کنم؟
نه من تو رو میشناسم، یه وقت تو شوخی خنده بهش چیزی نگی. نه بابا شوخی خنده چی؟ نمیگی. نه برای چی بگم؟ خب برو. ببینم تو برای چی مریم رو نگران میکنی ها؟ به خاطر اینکه لاله فقط از مریم حساب میبره. تو فکر نمیکنی لاله بفهمه؟ هرچی میرسه به ما میگه چرا بهش گفتیم؟ نه بابا بهش گفتم، بهش نگه که من بهش گفتم. گفتم نگفتم، گفتم نگفتم. چطوری؟ مریمی خوبی؟ عزیزم؟ چه عجب؟ من خوبم قربونت برم، تو خوبی؟ آره منم خوبم، مطب نشسته بودم داشتم کارامو میکردم. چیکار میکنی؟ هیچی، داریم میریم شو لاله. سیما جون فقط یه ذره لاله روحیشو باخته، چیکار کنم؟ طفلکی. خب طبیعیه، بیماری سختی دیگه، ما هم بودیم همینطور. حضور تو وجود تو خیلی میتونه موثر باشه. آخه الان میگه نمیخوام عمل کنم، فردا هم وقت عملشه. فردا عمل داره، باش حرف بزن تو رو خدا، مواظبش باش، بعدم بهش بگو توکل به خدا. من یکی براش دعا میکنم، انشالله که خوب میشه. خودت کی میای اینجا ببینمت ها؟ ببین نه به خدا این روزا خیلی شلوغم. برو بابا تو هم شلوغم. آدم بر طبق اولویتاش زندگی میکنه، ما تو اولویت شما نیستیم خانم. میام حتما میبینم. باشه پس میبینم دیگه، بیا قهوه چیزی با هم بزنیم. خدافظ. ببخشید. خواهش میکنم، فقط داخل میری هرس و جوش نخور، چون دیگه تو بارده. چقدر دلم میخواست این حرف رو بهم بزنی. الان گفتم دیگه. باشه تو کجا میری؟ شرکت. موضوع خواهد باشه. خدافظ. در باز کن. این کیه؟ سلام زنمو. سلام مادر، خوش اومدی. سلام عمو جون. دو ساعت دارم زنگ میزنم. تو حیات بودیم نشنیدیم مادر. کجاست این دختره؟ تو اتاق خودشه. بهش نگی من بهت گفتم. و من بهش نگم یعنی فکر کردین خودش نمیفهمه؟ حالا چی میخوای بهش بگی؟ یه چیزایی بهش میگم، شما اینجا باشین برمیگردم. ببین بهت نگفتم بهش نگو؟ تمام کازگزار میشکل رو سر من تو الان. راست میگی. درو باکن. وا نمیکنم. لاله چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ میخوای این پیرمرد پیرزن رو دیخ بدی؟ میخوای بمیری؟ مثل آدم بمیر. چجوری؟ بقیه سرطانیه چیکار میکنن؟ داروهاشون رو میخورن، با سرطان مبارزه میکنن، بعدم حالا خوبه که مریضی تو زود تشخیص دادن. داروامو نمیخورم و عمل نمیکنم یعنی چی؟ خوبه بابا آدم معتقدی هستی، تحصیل کرده ای؟ تحصیل کرده؟ مریم؟ بله. یادت با چه ذوق و شوقی درس میخوندم؟ خودم کشتم تا رتبم تک رقمی بشه تو کنکور. خب که چی؟ جالبه آدم راحت نشسته سر کلاس، یه روز میان بهش میگن که تو مریضی. چرا؟ من فقط حالم به هم خورده بود. به میگن مردنی، دیگه نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی پیشرفت کنی. میگن اصلا برای چی درس میخونی؟ مریم خسته شده. لاله به خدا همه چی دست خداست، باید امید داشته باشی. دکتر علکی شلوغش میکنه، باید اعتقاد داشته باشی. اصلا تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ داری؟ دارم. اصلا همین خود من، اصلا فکر میکردم یه روز دکتر بهم بگه شما بار داری؟ بار؟ دکتر بهم گفت که تو بارداری. یعنی تو بارداری؟
بله دکتر گفت من و حمید داریم بچه دار میشیم. وای منم دروغ نمیگی که بابا دروغ هم چیه؟ یعنی الان یه نینی کوچولو داری؟ بله باورم نمیشه. منم باورم نمیشه اما من به خدا اعتقاد دارم. قول بده بچه هم ببری پارک سینما بچرخونش. الهی قربونت برم. به ماماینا گفتی؟ نه خیر به اولین نفری که گفتم تو بودی. من امشب یه مهمونی میگیرم مامان. نیفتی. سلام چطوری؟ بچه خوبه؟ سلام بچه هم خوبه. ببینم من اومدم اینجا چند تا سوال برام پیش اومد. این بچه ما اصلا چند ماهشه؟ چند روزشه؟ دختره؟ پسره؟ این همکارا از ما میپرسن من حاجباش نگاهشون میکنم. وای همه اینا رو هم لاله پرسید. چه میدونن؟ ببین همین امشب خونه لاله اینا دعوتی ما. به به باری کلا چه ولخرجی ها. بله فامیلای ما اینه. خیلی خوب حالا ببینم چیزی نمیخوای واسات بگیرم؟ هیچی همه مهمون لاله ای. ای باریکلا این لاله خانم که حالش بد بود تصمیم داشت بمیره. چی شدی او؟ بگو اینجوری دیگه ناراحت شدم. نه ناراحت نباش من ازت عذر میخوام چون تو بهترین زنی هستی که تا حالا من داشتم. ای باشه دیگه چی؟ دیگه همین دیگه سلامتی. کاری باری؟ هیچ کاری باید ندارم فقط زود بیا. بله چشم پس من لحاظ میشه. خودت انقدر لوس نکن. خدافظ. بعد از این همه انتظار بعد یه بچه توپل مپل برامون بیاری. چشم. اصلا زیر 4 کیلو باشه قبول نیست. خانوم چه مه کرکودیل میخواد به دنیا بیاد. تازه کرکودیل هم میشه لنگه باباش میشه. چه خبره مادر؟ شیشالا سالم باشه هر چند کیلو که باشه. خوشم میاد عمو جان. ما داریم پدر میشیم ولی کماکان رعایت ما رو نمیکنن. شوخی میکنن. آره مریم یکم استرس دارم. استرس چی؟ نمیدونم اصلا. نه استرسم ندارم نمیترسم هم. میرم اتاق عمل زنده هم میمونم. نه چون میخوام بچه تو رو ببینم. معلومه که باید زنده بمونی. بچه من نه خاله داره نه عمه. کی پوشکیشو عوض کنه؟ دست درد نکنه خاله همه میخواد فقط برای همین؟ نه واسه همین نه ولی فقط تو رو داره. یعنی تو باید همه کاراشو بکنی. من نوکریشم اصلا. برمونت بشم. خوب باش دیگه. باشه. میگم مامانم اینا کجا هست؟ بیرونه. مریم بهشون نگی من میترسم ها. تو نمیترسی برای چی داری الکی اینجوری میگی؟ نمیترسی حالتم خوبه خوبه؟ میری زودم برمیگردی میای؟ آره آره زودم برمیگردم. فقط تو هم از پشت در اتاق من اون برتر نرو. تکون نمیخوام. من امروز به خاطر لاله اومدم. خدایی تو همیشه بزرگ بودی همیشه کمکم کرد. نفهم کمک لاله هنوز خیلی جوانه. به جوانیش رحم کن ولی هیچ کس رو به جز لاله نداره. چی شد؟ نایمده هنوز. عیبی نداره کاش میرفتیم یه جایی میشستی. من بودم دیگه. نه خوبه. تو خوبی؟ بد نیستم. Thank you.
سلام. خب دکتر چی شد؟ مریض حالش خوبه، مرخص میشه تا یه ساعت دیگه هم میره بخش که حالت راحت باشه. خدا شکر. با اجازهت. ممنون، دلم بالا اومد. خیالمون راحت شد. بریم بریم بشینیم یه گوشه، یه چای براتون بیارم. بی خیال شما نکنه، بریم. دست در نکنه، ممنون. دست در نکنه دکتر. چرا انقدر ساده با این مسائل برخورد میکنی؟ شما مادر تو بچگی ولت کرده بره؟ پدرت معتاد بوده؟ تا حالا گشنگی کشیدین؟ سحر، همه اینا رو میدونم، اما داری مسائل رو برای خودت بزرگ میکنی. شما این مسائل رو بزرگ نمیبینی، برای ما بزرگه. من میگم خودت هم باید به خودت کمک کنی، فراموش کن. الو؟ نه یه دقیقه دیگه میام، وایسا. الان میام، الان میام. خداحافظ. ببین سحر جون، فردا یه دو سه ساعت وقت میذاریم میشینیم مفصل با هم دیگه صحبت میکنم. یعنی الان برم؟ شرمنده. باش. مرسی. خداحافظ. چته؟ هیچ میره. باشه، چرا صورتت اینه گچ شده؟ اما خستگی، چی به منو میدی؟ بابا کمتر به خودت فشار بیار. الو؟ الو مریم خانم سلام، حال شما خوبه؟ سلام آقا برام. لاله خانم بهتره؟ الان دارم میام بیمارستان، حالشون خوبه. خب خدا رو شکر. قرار از مزاحمت میخواستم یادآوری کنم اون قرار ملاقات من و لاله خانم. من حتما تو این هفته هماهنگ میکنم همون ببینم. خیلی لطف میکنی خانم، دست شما درد نکنه. باشه باشه، زنگ میزنم. خداحافظ. 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 سلام. سلام. عمل چطور بود؟ عمل موافقت آمیز بود، فقط اینکه فقط چی؟ مجبور شدیم رحمو خارج کنیم. رحمو در آوردی؟ اگر در نمی آوردیم جون مریض به خطر می افتاد. مریم، نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت. البته همین که زنده موندم جای شوک داره ها، اما دیگه مامان نمیشم. اصلا بهش فکر نکن، همین که تنت سالمه باید روزی هزار دفعه خدا رو شکر کنی. آخه هیچی نگو. ببینم الان خوشحالی؟ خوشحالم. خوشحالترم میشی. چرا؟ چون برات خواستگار پیدا کردم. تو رو خودش شوخی نکن، تو که شرایط منو میدونی الان وقتشه. چیه شرایطه؟ من تازه فهمیدم که میخوام زنده بمونم، وقت اونه که به فکر پیشرفتن باشم. الان میتونم که آینده دارم، میتونم اطرافم بهتر نگاه کنم، میتونم زندگی کنم. فکر کنم دوباره باید برات گردونی بیمارستان، خیلی هنری شدی. نه به خدا شوخی نمی کنم مریم، از تو هم ممنونم، تو هم خیلی کمکم کردی، بهم خیلی امید دادی. یه جمله میگفت همیشه، تقدیر ما نوشته شده و فقط با دعا و اراده قابل تغییره. این که جمله من نی، همه اینو میگن. خوب باش. خوبم الان. خوبه خوبم. خواهی بلنشم را برم؟ نه بابا، نمیخواد الان پشت شیرین کاری کنی. میگم کی معلوم میشه نینیت پسر یا دختر؟ نمیدونم. پس من الان چجوری براش لباس بخرم، دخترانه یا پسرانه؟ تو خرید کن براش، دست درد نکنه. خیلی بدجنسی. من بدجنسم؟ تقصیر من. یا خوبی. این چیه خریدی؟ این چند قیفش کنگه؟ ببینم اتاقش پر شده از عروسک، برای چی اینقدر خرید میکنی؟ من دوستم بچه هم قلط بکنه. قیافش رو نگاه کنم ازم گوگا. برای چی داری میذاری اینجا؟ چیه؟ نه 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 ببر تو اتاقش، دوباره همینجا نمیخوام. بازی کنه اینجا.
اسمش چیه؟ اسمش گیج. آره من چی را خریدی؟ چرا بیا این گوش سلامت دو تا شا سال خریدی واسه من؟ آره دیگه فقط من کجا بذاریمش؟ خوش سخت میاد پایین دل کن دیگه همه رو داری آبیتون میکنی این آبیتون کردنی نه نه چه به خدا خیلی بچه به خدا خیلی بچه خریدی چی بخوریم؟ چی میخوای؟ پدرم اون یخچال رو در آوردی. چیزی که من میخوام تو نمیدونی. بعدم یخچال خودمونه. سیب میخوری؟ شکمون. لاله چی کار کردی؟ چه هیچ وقت نگفتی اینقدر آشپزیت خوبه؟ ما اینیم دیگه. میتونی هر روز بیای برای من آشپزی کنی؟ حامله دیگه داری پر رو میشی یا؟ ولی خدایی وقت شوهر دادنه تو. باشه وقت شوهر دادنمه. این شوهر رو از کجا پیدا کنیم؟ من پیدا کردم. تو خیلی شاهکار کردی واسه خودت شوهر پیدا کردی. باشه جواب این حرفتو نمیدم. خب حالا شوهر از کجا پیدا کنیم؟ چی شد؟ تو که مهم نبود. و برای اینکه وقت بگذره دارم میپرسم پررو نشو. منم برای اینکه وقت بگذره میگم بهرام. تو اونو از کجا میشناسی؟ من کدوم بهرامو میگم؟ کدوم بهرامو میگی؟ نه کدوم بهرامو میگم؟ نه کدوم بهرامو میگی؟ لاله من تازه تو رو شناختم. من مار تو آستینم پرورش دادم. تو بهرامو میشناختی و به من نگفتی. جون من مریم کدوم بهرامو میگی؟ مثلا بهرام یکتا. اه اه اینقدر ازش بدم میاد. چرا؟ مغرور خودخواهه. مغرور خودخواه؟ بله تو که اونو نمیشناسی. انقدر مغروره اصلا تو دانشگاهش که رو آدم حساب نمیکرد. انقدر دماغ فیل افتاده. چه دل پوری هم داری؟ میگم راستشو بگو تو اونو از کجا میشناسی؟ هیچی بابا یه روز شب اومدم خونه شما سر کوچه جلومو گرفت گفتش که همکلاسی توه. بعد منم دیدم پسر محترمیه باش حرف زدم ولی تا اومد حرف زنه زد زیر گریه. نه گریه کرد؟ آره به خدا تازه میخواست تو این شرایط بیاد خواستگاری. مریم دروغ نمیگی که؟ دروغم چیه به خدا راست میگم. خیلی حالش بد بود هر روز به من زنگ میزد حال تو رو میپرسید. نمیدونم والا. میگم شرایط منو بهش گفتی؟ خیلی پر رویی. دیگه شرایطت هم من باید بگم؟ برو بابا دخترم و ما رو باش. لاله اگه یکی آدم رو دوست داشته باشه اصلا بچه براش مهم نیست. مثل حمید. نمیدونم. ولی یه چیزی بهت بگم. ببین تا قبل از اینکه خوب بشی هر روز بهم زنگ میزد ولی از وقتی که فهمید خوب شدی دیگه زنگ نزد. دیگه زنگ نزد؟ چرا؟ دیروز زنگ زد. خب چی گفت؟ دیروز زنگ زد گفت خواهم ستوده من ازتون یه خواهشی دارم. گفتم بفرمایین. گفت من خواهر ندارم مادرم هم فوت کرده. آخه خدا بیامرزتش. ازتون میخوام که لاله رو برای من خواستگاری کنی. دیدی برای چی حرف پیدا کرده؟ همینجوری گفت؟ آره دیگه همینجوری گفت. خوشحالی نه؟ میگم حالا چی بهش میگی؟ خیلی پر روی تو. من باید دوباره بهش جواب بدم؟ لاله من که ازش خوشم اومد. پسر با شخصیت و مهربونیه. حیف من که اومدم بر تو آشپزی کنم. منت نذار داری تمرین میکنی دو روزی که بری خونه شوهر آبرو ریزی میکنی. خیلی پر روی. میگم حمید خان دیر نکرد؟ حمید؟ نه زیاد ولی بس یه زنگ بزنم اینم کجاست. لاله نمیدونی چقدر خوشحاله هر دفعه میاد خونه عروسک میخره. آخه ولی هر کسی جای اون بود همون سالای اول زنگ گرفته بود. تو چشت درات فلان که نگرفته.
الو سلام عرض کردم. سلام خانم دکتر، احوال شما؟ چیکار میکنیم با زحمت ما؟ میخواستم ازتون خواهش کنم یه سری به ما بزنید بیمارستان. بله خواهش میکنم. چیزی شده؟ نه چیزی خیلی مهمی نیست. تشریف بیارین نزدیک با هم صحبت کنیم. بسیار خوب، خدمت میرسیم. فقط مطلبی که هست میخواستم خواهش کنم تنها تشریف بیارین. خانم اخوان دارید منو نگران میکنید، اتفاقی افتاده؟ تشریف بیارین با هم از نزدیک صحبت کنیم، قضیه روشن میشه. فقط خواهشم اینه که برای فردا قرارمون باشه. بسیار خوب، خدا نگهدار. خدا نگهدار. ببین لاله، من میگم الان برم لباس نوزادیاشو بخرم، بعدا که معلوم میشه دختر یا پسر میریم لباسای خوشگل. سلام. سلام. سلام آقا بهرام، حالشون میخواد و متشکرم. اینم قولی که به شما داده بودم. بله دست شما درد. فقط من باید برم اینجا یه لباس بچه فروشی است لباس بخرم. یه پیشنهادی داشتم، من میگم همینجا تو همین کافی شاپ گربه رو بکشی. خودتون گفتین ها؟ آره خودم گفتم چون دخترمو میشناسم. با اجازه نیم ساعت دیگه میام تحویل میگیرم. 40 دقیقه. چه لیلا دیگه، خداحافظ. بفرمایید. خیلی خوشحالم که حالتون خوبه و سلامت میبینمتون. اینطور حرف زدن کسی بهتون یاد داده؟ چطور؟ خیلی خوره؟ والا قبلنا یه طور دیگه میشه صحبت قبلا رو نکنی. من یه جمله میخوام بهتون بگم. بفرمایید. از وقتی که فهمیدم این اتفاق براتون افتاده قدرتون رو بیشتر میدونم. خوب بود؟ خوب بود. البته اینطور حرف زدنتون واقعا برام جالبه، ولی خب ببین من میدونم اصولا شاید فیزیک صورتم اونها یه مقداری خشنه، ولی قلبم اینجوری نیست. مریم بهم گفت که شما نگران سلامتی من بودین. خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم، وظیفه‌ام بود. بازم خوب گفت. بفرم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتین تشریف آوردین اینجا. خواهش میکنم. خانم که انشالله خوب هستن. بله ممنونم. بله من خواستم بیان که مسئله خیلی مهمی رو باید با تو مطرح بکنم و ترجیحاً خواستم که فقط شما باشید. میدونید که حالا همه فکر میکنن که دکترها همه چیز رو راحت میتونن مطرح کنن، ولی خب یه خود بر خود منم مشکلی. یک موزلی هست که در ارتباط با مریم جون داریم و امیدوارم که شما آمادگی پذیرشش رو داشته باشید. برای بچه اتفاقی افتاده؟ نه. داداش اینجا پارک نکن، داره واسم بار میاد. مرسی. آقا جون میگم پارک نکن داره واسم بار میاد. بفرس. حرف زدم ها، میگم داره واسم بار میاد ماشین رو بردار. مشکل منه نظره چی؟ مشکل چیه؟ دست به دست میگم داره واسم بار میاد. من دیوونه ما اصلا خراب ها. آقا رضا میگم داره واسم بار میاد، کجا میری؟ دیوونه است بابا. علی جون بگو بردار داره بار میاد واسم. چشم نوکر تم هستم. باور کن هنوزم باورم نمیشه.
آخه این چه کاری بود پسر؟ والا از تو بعیده، تو که اینقدر عصبی نبودی. این چه رفتاریه آخه؟ بذار همه این نقشه‌ام خراب شد. باورم نمیشد یه وقت روزگارم چه شوخی با هم بکنه. بی خیال بابا، هرچی هست درست میشه. نه دیگه، هرچی هست درست نمیشه. حمید، برای پدر مادرت که اتفاقی نیفتاده؟ نه خدا رو شکر حالشون خوبه. آخه کاش الان پیششون مشهد بودم. ای بابا، خب برو، اصلا میخوای من برات بلیط بگیرم؟ نه نمیتونم الان نمیتونم. حمید، مریم خانم که حالش خوبه ها؟ خب یه چیز بگو دیگه، قربونت برم، دورت بگردم، تو داری ما رو میکشی، یه چیز بگو. خب این همه سال صبر کردیم بچه دارشیم، خودت که میدونی من خدا شاهده له له میزدم واسه بچه، اون تا به روی مریم نمیوردم که یه وقت اذیت نشه. حالا بعد این همه سال زده بچه دار شدیم اون وقت اینطوری. حمید چطوری؟ خب حرف بزن، بچه طوری شده؟ سرطان رضا، سرطان خون. سرطان؟ مریم خانم؟ خدا شده از وقتی شنیدم انگار آهن مذاب ریختن تو کلم، دارم دیوونه میشم. هیچ وقت تو زندگی من انقدر دست و پا بسته نبودم، اصلا چون کاری نمیتونم بکنم دارم دیوونه میشم. سلام بابا. بی بشین چایی بریزم برام. بابا دارم میخوام چایی بخورم. چایی من میارم براش بالا ماما. آقا یه خبری دارم. بریم بالا ببینیم. ماما یه چایی بریز الان میام میارم. چایی بریز نبازیم. من این نمازیم. ببینم این دختره میخواست یه چیزی بگه. خب میگه حالا. چایی تو بخور سرد نشی. جانم سلام. سلام، چرا گوشی تو برنمی داری؟ ببخشید یکم درگیر بودم. حمید یه خبر خوش، بالاخره لاله داره ازدواج میکنه. چه خبر خوبی. بله، تلاشه شبانه روزی بنده جواب داد، خدا رو شکر. چیزی شده؟ نه نه نه، فقط یکم خستم همین. دروغ میگی. ولی اشکال نداره. کجایی؟ خونه. باشه من الان میام خونه. بیا منتظرتم. Thank you.
سلام. سلام ماریا. پارسال دوست، امسال آشنا. اینجا چی کار میکنی؟ هیچی. گفتم یواشکی میای، یواشکی میری، من بیام ببینمت. نه بابا یواشکی چرا؟ من دیدم تو خواب بودی، دیگه نخواستم بیدارت کنم. الان که بیدارم. ببینم، 2 ساعت میتونی مرخصی بگیری؟ آره چرا نتونم؟ چیزی شده؟ مگه قراره چیزی بشه؟ میخوام ببرمت بیرون. آه کجا؟ یه جایی میبرمت دیگه، من میخوام ببرم. خیلی خوب، خیلی خوب. چرا هیچی نمیگی؟ چی بگم، منتظر غذای میبینی؟ چیزی شده؟ نه فقط راستش رو بخوای اصلا گوشتم نیست همین. حالا یه دفعه با من زود غذا بخوری چی میشه؟ هیچی میخوریم. تو که منو تازگی بیرون نمیاری. گفتم من تو رو نهار بیارم بیرون. دستت هم درد نکنه. همین. به نظرت من چه جور آدمیم؟ برای مخلون وقت همچین سوالیه. نه میخوام از نظر شوهرم بدونم من چجور آدمیم. تو دختر خوب، خوشبین، پر انرژی. پس من احمق نیستم. خدایا این چه حرفیه میزنی مریم؟ احمق یعنی چی؟ پس بگو چته. بابا چیزی نیست، با شریکم دعوام شده. شریکت؟ آره اصلا از اولش هم اشتباه کردم با شرکتی. امیدوارم همین بشه. بله بفرمایید. الو سلام خانم دکتر، من ستوده هستم. سلام آقای ستوده، حالتون چطوره؟ مریم خانم چطورن؟ خوب هستن؟ خیلی ممنون. ببخشید مزاحمتون شدم. جانم راستشو بخواین من خیلی با خودم کلنجار رفتم، ولی نتونستم اون کاری رو که به من سپردین انجام بدم. برای همین میخواستم اگر امکان داره شما خودتون این مسئله رو به مریم بگید. چرا؟ خب به خاطر اینکه شما با روحیات مریم آشناترید. بعد اصلا غیر از شما کسی نمیتونه این کارو بکنه.
خیلی خوب، اشکال نداره، فردا با خودتون بیارینش مطب، من باش صحبت میکنم. ممنونم، لطف بزرگی در حق من میکنی. فقط یه خواهش دیگه هم ازتون دارم، شرط مریم رو در نظر بگیرید. حتما. خدا نگهدار. ببین لاله خانم، من برای آیندم خیلی برنامه ها دارم، خیلی کاراست که باید انجام بدم، قول بهتونم که خوشبختت میکنم، ولی همه اینا تا موقعی که چی؟ بچه بیاد. تا قبلش باید بریم دنیا رو بگردیم، خوش بگذرانیم، زندگی باید بکنیم. ولی خب میدونی که وقتی بچه میاد یه جورایی دست و بال آدم بسته میشه، این مال تا اون موقع است. ولی وقتی هم که بچه میاد دیگه اون موقع مسئول شماییم، شما باید ازش نگهداری کنید. ببخشید من باید بهتون یه چیزی بگم. راستش چجوری بگم؟ یکم برام سخته. نه 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 نه، چیزای سخت و ناراحت کننده رو الان نگو، بذار بعدا. مهدی جون منو لطفا. خودت خوبی؟ بسیار خوب. قربان شما، خدافظ. سلام. سلام عزیزم، خوش اومدین. خانم دکتر خیلی وقت منتظر شما هستن. بفرمایید. ممنون. فقط مریم، من منتظر تماس این شریکم هم. تو برو داخل، بعد تموم شد من میام. نمیای تو؟ من بعدش میام. باش. سلام. سلام. خانم دکتر. مریم، تازگی خیلی تو دار شدی، با شریکت آشتی کردی؟ دنبالم نگم، میخوام تنها باشم. خوش اومدید. چه خبر ردیفی؟ چیکار می‌کنی؟ بهتره ما این حرفو چه بگم؟ خب چی شد؟ مریم همه چی رو فهمیده. چه بهتر. فکر کنم تصمیم گرفته بچه رو نگه داره. خدا رو شکر. مطمئن بودم این کارو می‌کنه، فقط نگران خودشم.
بدجوری تو خطر میفته. خود خدا کمکش میکنه، تو فقط دعا کن. آره دیگه، جز دعا که کاری ازم بر نمیاد. من که بهت گفتم کار خدا بی حساب کتاب نیست، داره امتحانت میکنه. علم کن رضا، امتحان امتحان. اونا فقط از من بدبخت، من خدا فقط ناظر مدرسه ماه. حمید تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ ها؟ تو که شرایط منو بهتر میدونی. کسی داره این حرفا رو بهت میزنه که زن بچه‌شو یه جا از دست داده. خیلی برام سخت بود، اما تحملش کردم، چون اصلا نمیخواستم به خاطر این قضیه از خدا ببرم. توکلت به خدا باش. پس لاغر واسه منم دعا کن که دووم بیارم. همین. کی باشین؟ خود خدا همه بنده هاشو دوست داره. چیزی میخوری برات بیارم؟ نه قربونت برم. چه شانسی داری تو مریم. اینقدر قهوه قهوه کردم، پوز دادم، آخرش فقط چایی داشتی. دست درد نکنم، من خودم چایی دوست دارم. قربونت برم. بفرمایید خانم، خیلی خوش اومدین. ممنون. تا کی ایرانی هستم؟ تکلیف این خونه معلوم بشه فعلا. ببینیم. ببین سیما، راجع به این آزمایش این دوستم گفتم تو هم یه نگاه کن ببینش. آره حتما گفته بودی. تو چایی تو بخور سرد نشه. میخورم. خب این که اوضاعش اصلا خوب نیست. یعنی چی اوضاعش خوب نیست؟ یعنی که اوضاعش خوب نیست دیگه. خب بگو اوضاعش خوب نیست یعنی چی؟ این مادر بیماری سرطان خون داره، خیلی هم پیشرفت کرده، ولی مورد عجیبش اینه که بچه سالم. خب اگه برن خارج از ایران چی؟ فرقی نمیکنه، خارج و ایران نداره که، تازه دکترها اینجا خیلی بهتر از اونجا عمل میکنن. بچه ولی اوضاعش خوبه. تو چرا اینقدر ناراحتی؟ این دوستت کیه؟ من میشناسمش. چرا اسمش اینجوری؟ تو کی میری از ایران؟ درمانی تو شروع کنیم. مگه میشه راجع به این قضیه اصلا حرف نزنیم؟ مگه شوخیه؟ هر روز امکان داره حالت بدتر شه. میخوای بذاری غذامونو بخوریم یا میخوای کوفتمون کنی؟ آخرش که چی؟ ببین حمید، اول به دنیا آمدن بچه، بعد چی میدرمانی؟ من محاله بذارم همچین بلایی سر خودت بیاری. تو که منو خوب میشناسی، کسی نمیتونه به من بگه چی کار کن و چی کار نکن، پس انقدر به خودت زحمت نده. یعنی من حق ندارم راجع به سلامتی زنم اظهار نظری کنم، حرفی بزنم ها؟ نه. بکشم غذا تو؟ نه. سلام.
حمید بهت گفت بیای؟ آره، ولی به خاطر تو نیومدم، اما به خاطر دل خودم اومدم. بشین برات چایی بیارم. اومدی منو ببینی یه خونه رو؟ معلومه دیگه، اومدم تو رو ببینم. مریم چرا؟ چی چرا؟ نمیدونی؟ رسول الله بهرام چه خبر؟ جریان بهرام مربوط به منه، خودم بهش زنگ میزنم باش صحبت میکنم. چرا بحثو عوض میکنی؟ سلام خانم، احوال شما؟ خوش آمدید. سلام، خسته نباشید. سلام. بیا. اینا چیه؟ داروات دیگه. گفتم چون مهمون دعوت کردی شاید برای خونه خرید کنی، میوه‌ای، شیرنی، چیزی بخری. مسخره میکنی؟ من کجا مهمون دعوت کردم؟ دست شما درد نکنه، یعنی من مهمونم دیگه. نه قربونت برم، شوخی کردم با تو. نبود. آره لاله خانم، شوخیش با شما بود، جدیش با من. مریم تازگی عادت کرده من پامو بزنم خونه یه بهونه جور کنه با من دعوا کنه. اصلا حواسش به این نیستش که مریضه، باید به فکر مریضیش باشه، باید بره مریض خونه داروهاشو بخوره، لجبازی نکنه. فکر کنم من برم بهتره. بشین لاله خانم، خواهش میکنم. پاتون از این در بذارین بیرون دیگه، نه ما نه شما. برای چی لاله رو تهدید میکنی؟ میگم باشه، فقط حرفای ما رو بشنو. همین. برای چی بشنو حرفاتو؟ که بعدا برای خودت شاهد جور کنی. فکر کردی من عقل و شعور ندارم؟ فقط تو میفهمی. این بچه‌ای که تو شکممه باید سالم به دنیا بیاد. مگه من میگم بکشش؟ این بچه که هنوز به دنیا نیومده، وگرنه منم بلدم براش پدری کنم. الان مهمه که براش مادری کنم. بعد که به دنیا اومد دو دستی تقدیم تو میکنم، تو براش پدری کن. من بچه‌ای بدون مادر میخوام چیکار؟ جواب بده، من بچه‌ای بدون مادر میخوام چیکار؟ حمید خان، جوابت میدونی چیه؟ اینه، بعد از اینکه این بچه به دنیا بیاد من نمیدونم سالم باشم یا نه. پس بذار الان کارمو بکنم، انقدر تو کار من دخالت نکن. لاله من الان باید براش مادری بکنم، الان که میتونم، بعدا نمیدونم اصلا باشم یا نه. الهی من فدات شم عزیزم، هر کاری میخوای بکنی بکن، من اصلا خودم نمیفهمم. الان بذار کارمو بکنم دیگه. الو سلام خانم اعتصامی، من حمیدم. صدا ضعیفه. عرض کردم من حمیدم، دامادتون. صدات خوب نمیاد خانم. من میدونم شما اصلا از من خوشتون نمیاد و همیشه تلاش میکنید منو به جا نیارید، ولی الان اتفاقی افتاده که من مجبور شدم باهاتون تماس بگیرم. برای مریم اتفاقی افتاده؟ بله متاسفانه، مریم اصلا حالش خوب نیست، الانم به وجود شما خیلی نیاز داره. پس تو اونجا چه کاره ای؟ مگه شوهرش نیستی؟ من که همه جور وسایل و تسهیلات رفاهی رو برای شما اینجا فراهم کردم. این کم سعادتی خودتونی که پا نمیشین بیاین اینجا. خودتونو برسونید همین. خب یه چند تا کتاب خوب برات جدا میکنم بخونی، یه خود فکرت از این حالت بیرون بیاد. حوصله که بخوندن نداری. بی خود حوصله کتاب خوندن نداری، پس حوصله چی داری؟ من نمیفهمم تو چرا اینقدر زانوی غم بغل گرفتی. مریم یه ذره قوی باش، مگه تو اولین کسی هستی که این بیماری رو گرفتی؟ میدونم ولی چیز. ولی چی؟ به من بگو ولی چی. تو اینطوری نبودی، تو همیشه مسلط، همیشه متمرکز، مشکلاتو تو دونه دونه حل کردی. الانم میتونی این بحران رو میگذرونی. شرایط سخته من میفهمم،
اگر یکی باشه تو این دنیا بفهمه که شرایط تو چجوریه منم، ولی قوی باش. سیما میترسم. حق داری، ترس طبیعیه، اما خدا اون بالاست، کمکت میکنه. من هستم، دوستات هستن، همه یه کائنات بسیط شدن به تو کمک کنن. کسی که خدا رو داره از هیچی نمیترسه. نمیخوام شعار بدم، نمیخوام الکی بهت امیدواری بی خودی بدم، اما باور کن قدرت آدمیزاد بی نهایته. تو میخوای مادر شی؟ باشه، همه کمکت میکنن، فقط تمرکزتو بذار روی مادر شدنت و فکر هیچ چیز دیگر رو نکن. قوی باش، ایمان داشته باش. اشک تو چشت نبینم، ما کتابم باید بخونی، تازه پارکم میبرمت. الهی من قربونت برم، دیگه نبینم گریه کنی. ها صبح بخیر. صبح بخیر. امروز روز خیلی خوبیه. چرا سر کار نرفتی؟ امروز نمیرم. چون روز خوبیه نمیری؟ نه. گفتم چه کاریه، بمونم خونه یکم با تو دعوا کنم، بلکه درست شی، آروم شی، زن زندگی شی. زحمت نکش، چون آدم نمیشم. من دیشب با خودم خیلی فکر کردم. خب، به چه نتیجه رسیدی؟ به این نتیجه رسیدم که تو همون مریمی هستی که همیشه بودی. کدوم مریم؟ همون مریم خودرأی، لجباز، یه دنده کله شق. خب حالا الان میخوای چیکار کنی؟ الان من راستشو بخوای تصمیم خودم رو گرفتم و میخوام بابت دو سه روز گذشته از شما عذرخواهی کنم. به هر حال هر کسی اولویتی داره دیگه. من دوست دارم زنم سالم باشه و همیشه در کنارم باشه. تو تازگی ها حس مادری پیدا کردی، میخوای بچه تو خودت به دنیا بیاری، خودت بزرگ کنی. هر کسی نظری داره، مهم اینه که من به نظر شما احترام میذارم. الان عذرخواهی کردی؟ آره دیگه، فکر نمیکنی اگه بیشتر شه پر رو میشی؟ این عذرخواهی بود، خیلی معمولی بود. آها خانم، این داروات دیگه. آره اینم عذرخواهی عملی. بعد خودت جمع میکنی؟ من بله خودم جمع میکنم. باش. چی شد، غر کردی؟ نه میخوام چای بریزم. پس بی زحمت دوتاش کن. نه حالا که دوتاست شما زحمت بکشی. آها بله اینطوریه. خانم بفرم بشین. خواهش میکنم. خدمت شما. دست درد نکنه مریم، من یه دو هفته میخوام مرخصی بگیرم. برای چی؟ برو به کارت برس. قرار شد هر کسی راجب خودش تصمیم. اولم زدی به کار. آره دیگه، چون اینطوری بیشتر حال میده. تازه قرار سینما هم بریم. چه فیلمی؟ اولین فیلمی که به پستم بخوره میریم ببینیم. خب بابا ایزی بعد نهار بریم، چون من نهارم بسرم بعد بریم. تو مثل اینکه اصلا من جدی نمیگیری یا من آتیش زدم به مالم. نهار بیرون میخوریم. ببین غذای بیرون با معده من سازگار نیست. حتی شیشلیک؟ دوراهی؟ بابا کویی؟ کباب کویی؟ نه دوراهی رو میام. ببین نه میگم اگه میخوای واقعا با داشتی کنم، دو سه روز جوک نگفتی قرار بودیم، یه جوک بگو. جوک حمید خان گل. چطوری امو جان؟ مرسی. خوش آمدید. سلام. حالتون خوبه دخترم؟ بفرمایید. خوش آمدید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. ای حمید گلی به گوشه جماله. بابا جون اون موقع در هفته دو سه بار میمدی. حالا چی؟ شده هر شش ماه پیداتون میشه. حالا چون گفتین شش، واسه ما یه دونه از اون شیشلیکای خوب بیاری. وای رو چیشم چشم، برات میارم یه شیشلیک. یا شب عروسیت هم نخوردی رو چیشم دخترم. یه چی فقط میخوام بهت بگم. جاله قطره ای حمید گل بود دنیا، الان میام خدمت تو. نمیدونه دیگه. میدونم بابا میدونم.
خیلی ولی پیر شده. بنده خدا یکم آلزایمرم پیدا کرده. چرا؟ گفت 6 ماه دفعه میاین اونجا. ما 6 سال پیش اومدیم. بابا هر کی جای اون بود ما رو اصلا یادش نبود. یادت اولی دفعه که اومدیم اینجا کی بود؟ نه یادم نمیاد. با کی اومدیم؟ بگو دیگه. الان لیزا فکرم مشغوله. بگو. لاله. لاله. همیشه بهترین جا رو لاله پیدا میکنه. اصلا دوره دانشجویی کسی جا خوب پیدا کرد. وگرنه تا آخر عمرش دیگه وقت نمیشه. آره. این پیرمرد تناس کنم کمکش کنم ها. اولین دفعشو که یادم نمیاد. ولی مطمئنم این آخرین دفعه یه که میاد. خانمم بیا صفحه رو بندازیم. شما زحمت نکش بابا، شما میهمانی. خیلی گشنمه، کاش میگه که زود بیاره. بیا ببین اومد بهار اومد. دست شما در نکنه. بردار بابا، بردار. شرمنده میشی. شکسلیک که گفتی شیشلیک. یه کبابی اووردن که شب عروسی تم نخوردی. دست شما در نکنه. کبابا ها به یاد گذشته. خیلی ممنون. بخور و کیف کن. دستتون نرم کن. همون شرمنده کرد. خودتون بخوری نمون. نوش. من اونجا میخورم. این خواست برای شما درسته. خب یه لقمه بابا بخوری. دست شما در دست. گوشت و پوست و استخون. دستتون درد نکنه. واقعا خدا رو شکر میکنی به خاطر اینکه همچین شوهری داری؟ برای چی؟ به خاطر اینکه بردم اینجا و همچین غذای خوبی. عجب بویی داری. 7 سال من برای تو غذا پختم. خدا رو شکر نکردی. حالا یه دفعه من هر وقت غذای خوب درست کردی خدا رو شکر کردم. فقط به خاطر غذا دیگه. آره دیگه. یعنی این مردا فقط به فکر شکم هم. سلام ماما. سلام. چه استقبال گرمی. چه بی خبر اومدین؟ میگفتین میومدم فرودگاه دنبالتون. همین گوسفندی که کشتین کافیه. گاو و شتر نمیخواستم. پس چمدوناتون کو؟ تو ماشینه. نخواستم شوهر عزیزتو زحمت بدم چون بعدش میرم هتل. فکر کردم به خاطر من اومدین. پس نگو ایران کار داشتین. مثل همیشه زخم زبون میزنی. شنیدم چه اتفاقی افتاده. تو چند روز آینده کاراتو میکنم، با خودم میبرمت. اونجا بهترین متخصصا رو داره. یعنی من از زن عمود باید بشنوم که تو بچه دار شدی؟ از سیما خانوم باید بشنوم مریض شدی؟ شما بودین که من بهتون بگم؟ خودت نخواستی که باشم، ولی الان اومدم که ببرمت. مامان تو رو خدا دوباره شروع نکنین. با هم میریم و نمیدونم من کاراتو میکنم. همش خواستین برین، چرا یه دفعه نموندین؟ من بهترین امکانات، بهترین آینده رو براتون جا ساختم. تو خودت نخواستی. حالا من فقط برای تو اومدم. برای خاطر من اومدی؟ نرو. بمون. به خاطر من فقط همین اندفع رو بمون. بمونم که چی بشه؟ بمونم که از دست رفتن بچه ما ببینم؟ کاراتو میکنم، با هم میریم. من با شما هیچ جا نمیام. میای. با من بحثم نکن، وقت ندارم. یعنی هیچ کدوممون نداریم. نمیام. مثل همیشه داری لجبازی میکنی. کاراتو میکنم، با هم میریم.
همیشه خواستم برات کاری کنم، خودت نخواستی، ولی این دفعه فرق میکنه. به شوهرت بگو منو ببره هتل اگه براش زحمتی نیست. بیرون منتظرم. این چطوری دیگه؟ این آخریشه؟ نه برقرار باشد. باشو در خدمت تو هستیم. مزاحمتون میشم. زنده باش. قربان شما. خدا حافظ شما. دیگه الان نوبت توه. سعی کن قوی باش. رضا به خدا خیلی سخته. مگه میشه آدم یه چیزی رو بدونه بعد وانمود کنه نمیدونه راحت زندگیشو بکنه؟ مطمئن باش برای اون سخت تره. آره خب میدونم، به خاطر همین دلم براش میسوزه. پس تو تصمیمش همراهیش کن. خدا رو چه دیدی؟ هر چی که خود خدا بخواد اتفاق میفته. بفرمایید. سلام. سلام. سلام خانم اعتصامی، احوال شما؟ خیلی خوش آمدید. من برای یه کاری مهمتر از احوال پرسی اومدم اینجا. خواهش میکنم، بفرمایید. خب خیلی خوش آمدید، مشتاق زیارتتون بودم. چقدر وقت داره؟ خوب میشه، نگران نباشید. چقدر وقت داره؟ وقت؟ پروسه درمانی خودشو داره، اگر روحیه داشته باشه و تحت نظر پزشک باشه حتما خوب میشه خیلی زود. میخوام با خودم ببرمش. من حرفی ندارم، پزشکای اونجام خیلی خوبن، ولی پزشکای خودمون این سالا ثابت کردن که عملکردشون به مراتب بهتر از اون وریا بوده. میخوام با خودم ببرمش زیر نظر خودم و دکترای اونجا باشه. خیلی خوبه که شما کنارش حضور داشته باشین، اما من با دکتر ملکزاده که یکی از بهترین آنکولوژیست‌های دنیا هستن صحبت کردم. الانم از مریم خواهش کردم بیاد اینجا با هم بریم پیشش. مطمئن باشید وقتی تحت نظر دکتر ملکزاده باشه خوبه، خوب میشه. شما فقط باشید و بهش روحیه بدید. همین. فکر نمی‌کنم بودن من اینجا زیاد مفید باشه. فکر نمی‌کنم اون خیلی دوست داشته باشه من پیشش باشه. اگه اینجا باشین بهش روحیه میدین. مریم خیلی شما رو دوست داره. شما یه مادرید، به مریم انرژی میدید، مریم از شما روحیه میگیره. میتونم یه خواهش از شما کنم؟ بفرمایید، در خدمتم. من باید با خودم ببرمش. ازتون خواهش میکنم راضیش کنین با من بیاد. من تمام سعیمو میکنم، دوست دارم مریم پیش شما باشه. فقط از شما خواهش میکنم که اجازه بدید اینجا بمونه. راضیش کن با من بیاد. خانم اعتصامی، اگه اجازه بدید من لحظه بعد. رنگ کت من ست کردی، با رنگ چشات ست کردی. ممنون. یکی که شکلاتی هم دوست عزیز، دمت گرم. ببین لاله، تو چرا اصلا حالت خوب نیست؟ یعنی بیتی یه جا رو نگاه میکنی خیره، میدونی؟ یه خودت لبخندی. راستش یه مسئله هست که باید بهتون بگم. اون دفعه هم خواستم بگم اجازه ندادین. تا نگمم خیالم راحت نمیشه. همونطور که میدونید من عمل سختی داشتم. چجوری بگم؟ یعنی مریضیتون خوب نشده؟ مریضیم که خوب شد، اما این عمل یه عواقبی داشتش. یه جورایی دارین نگرانم میکنین. راستش من تا آخر عمر بچه دار نمیشم.
یه ماشین میخوام برای فرودگاه، پروازهای خارجی. متشکرم. من متوجه حرفای شما نشدم، یه بار دیگه توضیح بدین. والا خانم منم متوجه حرفای شما نمیشم. هیچی، حرف من خیلی واضحه. میگم این خونه عقب نشینی داره، ولی شما داری تراکمشو میگیری. خانم تراکم چیه؟ من تو عمرم همچین چیزایی نشیدم که شما میگی. شما نشنیدی تراکم چیه. واسه این خونه هلوپی نقشه کشیدی تراکم بزنی بکشی بالا، نمیدونی تراکم چیه. بفرمایید آقا. مطمئنی خانم میخوای بفروشی اینجا رو یا وقتی ما رو میخوای بگیری؟ مطمئنم که میخوام بفروشم قربان. برای همین زنگ زدم. بیشتر فکر کنید لطفا. من اینجا نبودم، نمیدونم که شماها دارین چه جوری سر مردمو کلاه میذارین. اه دست پشت سرم نداره، میبینی تو رو خدا؟ اعصابی از آدم خورد بکنم اینا. خیلی بد باش حرف زدی. برای اینکه آقا مفتی حرف نمیزنه، ولی حرف مفت زیاد میزنه، واسه همین منم حالشو گرفتم. آفرین. تو میخوای چی کار کنی؟ امروز واسه وقت گرفتم از دکتر ملکزاده استادم، میای بریم پیشش؟ لازمه که بری؟ لازمه بری؟ پرونده پزشکی تو دادم دستش، گفت حتما حتما من این خانمو باید ببینم. تو که داری کار خودتو میکنی مریم عزیزم، اجازه بده منم کار خودمو به عنوان پزشک بکنم. خب حالا یه چیزی گفتم. تو خیلی داری همه چیزو سرسری میگیری. مریم مریضی، باید معالجه بشی. این آقای دکتر واقعا فرصت نداره، وقت نداره، سر ما منت گذاشته. میخواد تو رو ببینه، به دلیل اینکه این آدم تخصص زنان داره، فوق تخصص آنکولوژیه و دیدنش حتما حتما باعث میشه تو زودتر خوب بشی. آنکولوژی نمیدونی چیه؟ آنکولوژی نمیشه. آنکولوژی چیه؟ ما رو بگو با کیا شدیم 78 میلیون نفر. من یه دقیقه برم لباس عوض کنم. نگی نه. نه. ببینید انواع سرطان داره امروز بیداد میکنه. علتش چیه؟ تغذیه نامناسب، آلودگی هوا و همین تلفن های همراهتون که دائم دستتون هست و دارید باهاش صحبت میکنید. و مهمترین چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم استرسه. پرهیز از استرس. خب اگه اجازه بدید ما بقیه صحبتمون بذاریم برای فردا. بفرمایید. قربون شما، زنده باشید. ببین دخترم، میدونم که تصمیم سختی گرفتی، اما نگران نباش، ما در کنارت هستیم. من در کنارتم. داریم تلاش میکنیم که با امید خدا یه تیم مجرب پزشکی تشکیل بدیم تا هم شما هم بچه سالم به دنیا بیان. البته اگه هر پزشکی میگه مثلا شما 100% خوب نمیشی، یا مثلا میگه 1% اون توجه نکن، یعنی هیچ تضمینی واسه هیچ چیزی کلن وجود نداره. اما این وسط به نظرم استاد روحیه خیلی مهمه. یعنی چیزی که همیشه استاد روش تاکید دارن اینه که خود بیمار میتونه به خودش انرژی مثبت بده، کلی میتونه سرحال کنه خودشو. ببین بخش مهم روحیه دادن دست خودشه، یعنی خودش باید به خودش کمک کنه. و شما که در کنارش هستی، فکر نمی کنید که اگه از همین الان تحت نظر باشن تو بیمارستان به مراتب براشون بهتره؟ 100%. یعنی ما اگر از همین امروز مراقبت های ویژه رو اعمال کنیم خب مطمئنن بهتره، اما ما مجبوریم در واقع به خاطر شرایط خاصی که دارن شیمی درمانی رو عقب بندازیم.
و این سخت میشه، کار شما رو سخت میکنه. ولی نگران نباشید، ما در کنارتون هستیم. من فقط میخوام یعنی بچه‌ام سالم به دنیا بیاد. گفتم که نگران نباش، خدا رو شکر امروز علم پزشکی اونقدر پیشرفت کرده که جای هیچ گونه نگرانی نیست. فقط باید روحیت رو حفظ کنی، روحیت بالا ببر. برای کی؟ برای بعدش. ها؟ تمام تلاشمون رو میکنیم. خودش هم خیلی روحی قوی داره. امید خوش. امید خود. قربونت برم. شنیدی دکتر چی گفت؟ خب من دو کلام با شما خصوصی صحبت دارم، البته نه در این رابطه. ها؟ خواهش میکنم. من در خدمتتونم. ببخشید مریم. ببخشید. خواهشام بفرمایید. انتظار پدر شدن خیلی لذت بخشه. خوبه. شما چطوری؟ خوبم دکتر، فقط یه ذره نگرانم. عزیز من نگران نباش، همه چی درست میشه. اینو بده ببینم خانم. خدا رو شکر همه چی درسته، اصلا نگران نباشی جانم. یه سوالی داشتم، میخواستم بگم که خانم میخواد بیرون باشید؟ نه نه، من میخواستم اگه میشه تشریف بری بیرون. آها باشه باشه، فعلا میبینم اتون. خیلی نگران حمیدم. برای چی نگران حمیدی عزیزم؟ حمید خان مطمئنه که تو خوب میشی. تو هم مطمئنی؟ این چه حرفیه؟ معلومه که مطمئنم. لاله دارم کم میارم. نه نه، بعد این حرف رو بزنی. تو باید قوی بشی عزیزم. خیلی بتونم بچه رو سالم به دنیا بیارم. این چه حرفیه داری میزنی؟ جامون عوض شده؟ الان من باید بهت امید بدم؟ من بلد نیستم بسی تو حرفای قشنگ قشنگ بزنم. لاله، تو همیشه مثل یه خواهر بودی برم. نهی من قربونت برم، معلومه که خواهرتم. مگه من غیر تو کی رو دارم؟ تنها هم نزار هستم. مگه تو کنارم نبودی؟ الانم اینجوری نکن. حمید خان میاد نگران میشه. بخند باشه. چشم دارم، جانم داره نقل بزنم.
چی دلت میاد مریم خانم؟ به خدا خیلی بی‌معرفتی اگه تنها بذاری و بری. خیلی. بله. مریم چطور؟ مریم هم خوبه. الان خیلی مطمئن. الان من بهتون میگم اینجا هستم. بفرمایید. بفرمایید تو. معلوم ببخشید. من قطع کنم بعدم به زنگ میزنم. سلام. آره. سلام. قربونت. سلام آقای دکتر. خدا خدا. خیلی ممنونم. ببین آخه ناز نازی رو. نمیدونم میخوام بزرگش کنم. آره چرا که نه؟ چرا شبیه منه؟ شبیه شما به نظر من شبیه مامانه. نه نه آقا شبیه منه. البته الان اینقدر مراحل عجیب غریبه. خود خوبه. دست نزنه بهش بابا الان خیلی خوشگله باباش دیگه. این چشماشو الان باز نمی‌کنه؟ نه خوبه. چرا بچه‌مون جوراب پاش کردن؟ همه بچه‌ها رو پاش می‌کنه. طبیعیه. دمای بدنش پایین بود. پوشوندنش که با هم تمسان بود. خودش دیگه می‌کنه مامانی. سالم ماما ماما بیا ببینش سلام ماما بیا ببین نوتو جانم خدایی خدایی تو یه لقمه کوچولوی خوشمزه یه خوردنی هستی خودم میخوام بزرگش کنم جون یواشتره که پگا جون دخترم تون نرو اینجا رو که نباید تون بری وقتی سنگی میخوری زمین یه وقت آخ دستم خورد بمونه خورد تبیز بوس خرم خوب شدی چقدر نکتیزه نگاه کن این گلا نگاه کن چه قشنگه بابا اسمش چیه؟ اسمشو نمیدونم چه رنگیه این الان؟ بنفش برو به مامان بگو مامان اسم این گلا چیه؟ باسش دست تکون بده؟ مامانش بهش بگو این گله اسمش چیه ما که بلد نیستیم اسم اون گله من هم بلد نیستم چیه؟ من هم بلد نیستم بلد نیستم مامان جان ولی اب نداره میریم میگردیم تو کتاب اسمشو پیدا میکنیم باشه قربونت برم دست چی شد مامان ببینم آخ آخ برگه نکتیز بود اوه مامانی رو نگاه ببین چقدر چیز برات خریده جونم تشکر یاد نره ها من که یک دنیا دوست دارم عزیزم این مال شما این مال شما دست شما درد بکنه هر ستاییتون رو دوست دارم بریم بریم خب از مامانی بازی کردی ها آره آره تشکر کردی هم مامانی قربونم بگو مامانی دستت زخم شد بگو به مامان قربونو دستت برم بوسش میکنم خوب میشه باز کنم برات مامان دست مام بزرگشم درد نکنه